سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونم. امشب میخوام قسمت 11 از داستان زیبای کنیز ملکه مصر رو برای شما بخونم. توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که شرمیون خانه کال رو پیدا کرد، اما کسی در خانه نبود. چراغی روشن بود و تفلی در میان خانه. به کمک دو غلام همراهش در خونه رو باز کرد و وارد اون شد، اما کودک مرده بود. کال در نامه‌ای که برای ملکه گذاشته بود توضیح داده بود که هنگام فرار نوزاد از دستش روی زمین افتاده و بعد از اون دیگه نفس نکشیده. شرمیون بعد از مطلع کردن ملکه برای دستگیری کال به راه افتادند. اگر میخواین ادامه داستان رو بشنوید، فراموش نکنید که همین اول ویدیو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیم کنید تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران و جهان باشید. اگر میخواین از داستان های دنباله دار من جا نمونید، فراموش نکنید که زنگوله پیج رو هم روشن کنید. بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم. بعد مثل اینکه به خاطر آورد که برای دستگیری کال باید به کاخ سلطنتی برگردد، گفت به راه بیفتیم و برویم. در حالی که خود او جنازه را برداشت از خانه خارج شد. من هم پس از وی از خانه خارج شدم، با ملکه در تخت روان جا گرفتم و تخت روان به راه افتاد. وقتی به کاخ رسیدیم و بطلمیوس 14 جسد آن طفل را دید، به گریه درآمد. فرمان داد که در اسکندریه و سایر قسمت‌های مصر کال را جستجو کنند، او را دستگیر نمایند. در همان شب تمام سربازانی که در اسکندریه بودند برای دستگیری کال به راه افتادند. از روز بعد 3 از استادان مومیایی کار از خانه اموات اشراف به کاخ سلطنتی آمدند تا اینکه جسد طفل را مومیایی کنند. در اسکندریه 2 خانه اموات وجود داشت. یکی مخصوص اشراف و دیگری مخصوص طبقات دیگر بود. جسد روحانیون را نیز در خانه اموات اشراف مومیایی می کردند. بطلمیوس 14 پادشاه مصر موافقت نکرد که جسد طفل او را برای مومیایی کردن به خانه اموات ولو خانه اشراف باشد ببرند. گفت تمام وسایل را در کاخ سلطنتی فراهم کنید و جسد طفلم را مومیایی کنید. من هرگز به خانه اموات نرفته بودم. نمی دانستم که در آنجا اجساد را چگونه مومیایی می کنند. یونانی ها عادت نداشتند که اموات را مومیایی کنند. مرده ها را بدون اینکه مومیایی شوند در قبر جا می دادند. ولی بعد از اینکه در مصر به سلطنت رسیدند، مطیع عادات مصریان شدند. در صدد برآمدند که اموات خود را مومیایی کنند و بعد دفن کنند، تا اینکه مرور زمان جسد مرده را از بین نبرد. گاهی در خردسالی از کنار خانه اموات می گذشتم. هر دفعه بویی کریه به مشامم می رسید. رایحه اموات در شامه من غیر قابل تحمل تر از رایحه دباغخانه بود. در طفولیت هر دفعه که به اتفاق مادرم از کنار خانه اموات می گذشتم، از او می پرسیدم اینجا کجاست که یک چنین بوی کریهی از آن به مشام می رسد. مادرم می گفت اینجا مکانی است که افراد نیکبخت را برای رفتن به دنیای دیگر آماده می کند. ولی ما بعد از مرگ وارد اینجا نخواهیم شد، زیرا ما کنیز هستیم. جسد کنیز غلام را بعد از مرگ مومیایی نمی کنند. از مادرم پرسیدم برای چه جسد کنیز غلام را بعد از مرگ مومیایی نمی کنند؟ مادرم جواب می داد برای اینکه مومیایی کردن جسد خرج دارد. هیچ مرده ای را به رایگان مومیایی نمی کنند. اما چون کنیز هستیم پول نداریم که بعد از مرگ جسد ما را مومیایی کنند، لذا ما مثل حیوانات خواهیم مرد. چند روز پس از این که جسد ما را زیر خاک جا دادند، جسد ما متلاشی می شود و از بین می رود و از ما چیزی باقی نمی ماند. من چون خانه اموات را ندیده بودم، پس از این که شنیدم جسد طفل کلئوپاترا را در کاخ سلطنتی مومیایی می کنند، تصمیم گرفتم که طرز مومیایی کردن را ببینم. استادان مومیایی کار که از خانه اموات اشراف به کاخ سلطنتی اسکندریه آمدند، سال خورده بودند، موهای سفید داشتند. ولی برخلاف پیرمردان دیگر که دندان در دهان ندارند،
دندانهای سفید و زیبای آنها برق می زد. من به زودی دانستم که دندانهای هر سه استاد آریه است و از دندانهایی است که از دهان انبات بیرون می کشند. در روزهایی که استادان سگانه در کاخ سلطنتی مشغول مومیایی کردن جسد فرزند کلوپاترا بودند، راجع به مومیایی کردن اجساد اطلاعات بسیار به دست آوردم. از جمله دانستم که برای اینکه جسد به طور کامل مومیایی شود، باید دندانهای مرده را کشید. چون اگر مرده دندان در دهان داشته باشد، بعد از مدتی در محل ریشه های دندان در لثه ها آثار فساد به وجود می آید. آنگاه مصری می شود و اگر تمام جسد را از بین نبرد، صورت را از بین خواهد برد. لذا کسانی که میل دارند امواتشان به طور کامل مومیایی شوند، دستور می دهند که دندانهای مرده را بیرون بیاورند. بعضی از صاحبان اموات دندانهای مرده خود را از کارکنان خانی اموات تحویل می گیرند، ولی بعضی دیگر برای دندان مرده خود قائل به اهمیت نمی شوند. لذا دندانها نصیب کارکنان خانی اموات می شوند. آنها را به دندانسازها می فروشند. دندانسازها هم با دریافت قیمت گزاف با آن دندانها برای زنان و مردان سال خورده که از طبقه اشراف باشند دندان می سازند. من بعد از دیدن آن سه استاد مومیایی کار و صحبت کردن با آنها دانستم که در وطن ما مصر، همانطور که مومیایی کردن جسد بعد از مرگ مخصوص پولداران است و ما کنیزان بدون اینکه مومیایی شویم در قبر جا می گیریم، استفاده از دندان آریه هم بعد از وصول به سن پیری اختصاص به اشراف و پولداران دارد. ما کنیزان بعد از اینکه به دوره پیری رسیدیم و دندانها فرو ریخت، بدون دندان خواهیم ماند. قبل از اینکه استادان مومیایی کار مبادرت به مومیایی کردن جسد کودک نمایند، در کاخ سلطنتی سه حوض به وجود آوردند. حوض اول را پر از آب نمک کردند. حوض دوم را پر از محلول کافور نمودند و در حوض سوم عصاره مازو و چوب سدر سلایه شده ریختند. آنگاه جسد کودک را در حوضی که پر از آب نمک بود قرار دادند. بعد از یک شبانه روز آن را از حوض مزبور بیرون آوردند و در حوض پر از محلول کافور قرار دادند. بعد از یک شبانه روز آن را از حوض مزبور بیرون آوردند و در حوض پر از محلول کافور قرار دادند. یک شبانه روز هم کودک در حوض محلول کافور بود. سپس جسد را به حوض سوم که پر از عصاره مازو و چوب سدر بود منتقل کردند. روز چهارم جسد کودک را از حوض بیرون آوردند. شکافی در شکمش ایجاد کردند و معده و روده و قلب و جگر سفید و چیزهای دیگر را خارج کردند، به طوری که داخل شکم و سینه کودک خالی شد. سپس از راه سوراخ بینی به وسیله ابزار مخصوص مغز کودک را از درون جمجمه‌اش خالی کردند. بعد جمجمه را از همان سوراخ پر از روغن کافور نمودند و سوراخ بینی را بستند تا این روغن از راه بینی خارج نشود. استادان مومیایی کار برای من توضیح می دادند که برای اینکه جسد مومیایی شود، در هیچ یک از محفظه های بدن مثل جمجمه و سینه و شکم نباید چیزی وجود داشته باشد، زیرا اگر چیزی در آن محفظه ها بماند، تولید فساد خواهد کرد و بدن مرده متلاشی خواهد شد. بعد از اینکه جمجمه را پر از روغن کافور کردند، داخل سینه و شکم را نیز پر از همان روغن نمودند. شکافی را که به وجود آورده بودند بستند تا اینکه روغن از سینه و شکم خارج نشود و جسد را در حوض پر از آب نمک انداختند. جسد طفل 21 روز در آب نمک غلیظ ماند. آنگاه آن را از آب نمک بیرون آوردند و در حوض دوم انداختند. اما این بار حوض دوم پر از روغن کافور بود. 20 روز هم جسد در آن حوض ماند. سپس منتقل به حوض سوم پر از عصاره مازو و چوب سدر گردید. در مدت 60 روز که جسد کودک در آن سه حوض ماند، سه استاد کار خانی اموات غذای خود را در کاخ سلطنتی می خوردند. ولی هر روز یک بار به خانی اموات اشراف می رفتند، چون حضورشان در آنجا ضرورت داشت و می باید کارکنان خانی اموات را رهبری نمایند.
بعد از 60 روز رنگ جسد کودک سیاه شده بود. استادکاران گفتند اینک موقعی است که جسد را نوار پیچ می کنیم. آنها نوارهایی را انتخاب کردند که با الیاف شاهدانه بافته شده بود. قبل از این که با آن نوارها جسد طفل را بپیچند، شکم کودک را باز گشودند. من دیدم که حتی یک قطره از روغن درون شکم کودک نیست. آنها شکم و سینه را پر از کافور خشک، مازویه سلایه شده و چوب سطر سلایه شده کردند. آنگاه شروع به پیچیدن جسد نمودند. قبل از اینکه نوارها را اطراف جسد کودک بپیچند، روی هر نوار یک طبقه ضخیم سمق نباتی مالیدند. بعد جسد طفل را نوار پیچ کردند. حتی صورت کودک را هم با نوار سمقدار پیچیدند. فرزند کلئوپاترا مبدل شد به بسته ای از نوار. اگر من به چشم خود نمی دیدم که جسد آن کودک را مومیایی کردند، هرگاهان بسته را مشاهده می کردم، نمی توانستم بفهمم که جسد مومیایی شده یک کودک است. موقعی فرا رسید که می باید جسد را ببرند و دفن کند. ولی بطلمیوس 14 که یقین داشت پدر کودک می باشد، مانع از دفن جسد گردید و گفت طفل باید نزد من بماند. عده‌ای از درباریان خواستند که پادشاه مصر را از آن فکر منصرف نمایند، ولی بطلمیوس 14 تصمیم خود را تغییر نداد. اظهار کرد که وی در اتاقی که آنجا می‌خوابد از کودک خود نگهداری خواهد نمود. من متوجه بودم که کلئوپاترا از تصمیم شوهرش ناراحت شده، چون کلئوپاترا می‌دانست که آن کودک فرزند شوهرش نیست. اظهار علاقه شدید بطلمیوس نسبت به کودک مزبور کلئوپاترا را معذب می‌کرد. استادان مومیایی مزد خود را گرفتند. کودک مومیایی شده دفن نگردید و در اتاق خواب بطلمیوس 14 جای گرفت. من از علاقه زیاد بطلمیوس 14 به جسد آن کودک حیرت می‌کردم، چون تا وقتی که کودک زنده بود بطلمیوس 14 آن اندازه به کودک علاقه نداشت. بعد فهمیدم آنچه سبب مزید علاقه او نسبت به طفل شده، پشیمانی از این می باشد که چرا در زمان حیات کودک او را زیاد دوست نمی داشته. خود من هم در دوری زندگی دچار این احساس شدم. بعد از مرگ دوستانم بسیار پشیمان گردیدم که چرا تا روزی که او زنده بود من وی را خیلی دوست نمی داشتم. بعد از چند روز که جسد مومیایی شده کودک در اتاق بطلمیوس 14 بود، یک روز که پادشاه مصر از کاخ سلطنتی بیرون رفته بود، کلئوپاترا مرا صدا زد. من نزد او رفتم. وی مرا با خود به اتاق شوهرش برد و جنازه کودک را به من نشان داد. گفت: شرمیون، نگاه کن برادرم چه کرده است. من دیدم که نوارهایی که صورت کودک را می پوشانید از صورت جدا گردیده. در چهره سیاه رنگ طفل مومیایی شده چند حفره به وجود آمده است. من فهمیدم آن حفره ها به چه مناسبت ایجاد شده. چون سمق نباتی نوار خشک شده بود، وقتی خواستند نوار را از صورت کودک دور نمایند، قسمت هایی از گوشت صورت کنده شده است. کلئوپاترا به من گفت برادرم نمی دانست که وقتی یک جسد مومیایی شده نباید نوارهای آن را گشود، زیرا سمقی که روی نوار گسترده شده یک چسب قوی است. بعد از خشک شدن طوری به گوشت متصل می شود که اگر نوار را از روی جسد بردارند گوشت از لاشه جدا می گردد. معلوم شد که بطلمیوس 14 که چهره طفل خود را می دید خواسته از چهره او را ببیند. نوارها را از روی صورت دور کرده است. ما نمی دانستیم چه باید کرد. خود بطلمیوس 14 پادشاه مصر که نوارها را از روی صورت آن کودک عقب زده بود نیز نمی دانست چه باید بکند. کلئوپاترا گفت بروند و یکی از استادان مومیایی کار را از خانه اموات اشراف بیاورند تا وی چاره‌ای بیاندیشد. یکی از آن 3 استاد که جسد کودک را مومیایی کرده بود آمد. وقتی مشاهده کرد که نوار را از روی صورت کودک برداشتند حیرت نمود. از کلئوپاترا پرسید برای چه این کار را کردید؟ ملکه مصر گفت من این کار را نکردم. برادرم نوار را از روی صورت فرزندم برداشت که شکلش را ببیند. استاد مومیایی کار گفت ای خاتون من، فرزند تو مطابق اسلوب مرتوب مومیایی شده.
در اسلوب مرطوب جسد را خشک نمی کنیم. نوار را بر جسد می پیچیم تا اینکه گوشت به تدریج خشک شود. ما طبق دستور خود پادشاه مصر فرزند تو را با اسلوب مرطوب مومیایی کردیم. چون به او گفتیم که هرگاه گوشت جسد را خشک کنیم شکل مرده طوری تغییر خواهد کرد که شناخته نخواهد شد. ولی در اسلوب مرطوب شکل مرده شناخته می شود. اگر بعد از 5000 سال نوار را از روی صورت مرده بردارند می توانند از قیافش وی را بشناسند. اما وقتی یک مرده مطابق اسلوب مرطوب مومیایی می شود نباید نوار را از روی صورت یا قسمت دیگر از بدنش برداشت. برای اینکه سمقی که روی نوار می مالیم وانگاه نوار را بر سر مرده می پیچیم آنقدر قوی است که هرگاه نوار را از روی قسمتی از اعضای مرده بردارند چون گوشت مرده تازه و مرطوب است کنده خواهد شد. کلئوپاترا گفت اینک که قسمتی از گوشت صورت فرزندم کنده شده آیا تو می توانی او را به شکل اول در بیاوری؟ استاد مومیایی کار گفت نه خاتون من، زیرا آن قسمت از گوشت که از صورت فرزند تو جدا شده دیگر با صورتش پیوند نمی گیرد. چاره نداریم جز این که آن قسمت را با سمق پر کنیم و مرتبه دیگر روی آن نوار بپیچیم. کلئوپاترا و شوهرش ناگزیر موافقت کردند که استاد مومیایی کار قسمت‌های مقعر صورت کودک را با سمق پر کند. بعد از این کار صورت کودک را با نوار بستند و پوشانیدند. رهبان بزرگ معبد دولف که من در این سرگذشت یک بار از آن نام بردم، پس از اینکه شنید که پادشاه مصر جنازه مومیایی شده کودکش را در اتاق خواب خیش نگه می‌دارد، به اسکندریه آمد. نزد پادشاه رفت و به او گفت آن جنازه را از اتاق خود به آرامگاه سلاطین مصر منتقل کن. رهبان معبد دولف پادشاه مصر گفت قبل از تو عده‌ای از اجدادت فرزندان عزیز خود را از دست دادند و جسد آنها را مومیایی کردند. ولی هیچ یک از آنها جنازه مومیایی شده فرزند را در اتاق قرار ندادند، بلکه به آرامگاه بردند و آنجا دفن کردند. چون خدایان گفتند که وقتی یک نفر زندگی را بدرود گفت باید جسد او را از محلی که زندگان در آن زندگی می کنند دور نمود، به جایی برد که با مسکن مردم فاصله داشته باشد و در آنجا دفن گردد. تو نیز این کار را بکن، جسد فرزندت را از خود دور نما و به آرامگاه سلاطین مصر بفرست. بگو که آن را دفن کنند. هر دفعه که به یاد فرزندت افتادی به آرامگاه برو و قبرش را ببین، بدون شک تسلی خواهی یافت. خدایان از این جهت گفتند که مرده را در خاک دفن نمایند که خاک تسلی دهنده است. تو اگر جسد کودک خود را مقابل خیش بگذاری هرگز از مرگ او تسلی نخواهی یافت. هر دفعه که نظر به جسدش میاندازی تصور میکنی که در همان لحظه مرده و مصیبت تو پیوست تازه می باشد. ولی هرگاه جسد او را دفن نمایی بعد از اینکه جنازه در خاک قرار گرفت تسلی خواهی یافت، چون خاک فراموشی می آورد و فراموشی سبب تسلی خاطر می شود. بطلمیوس 14 انداز رهبان بزرگ معبد دولف را پذیرفت. موافقت کرد که جسد کودک را از کاخ سلطنتی اسکندریه به آرامگاه سلاطین مصر ببرند و در آنجا مدفون گردد. به این ترتیب فاجعه ربودن طفل کلئوپاترا از طرف کال خاتمه یافت. آن افسر جوان و زیبا بر اثر لجاجت هم طفل خود را از دست داد هم متواری شد. من تردید نداشتم که کال از مصر خارج شده، چون محال بود که آن جوان زیبا بتواند در مصر بماند و شناخته نشود. من یقین داشتم که کال در خارج از مصر به سر می برد، تا در یکی از مسافرت‌ها به اتفاق کلئوپاترا به معبد دولف رفتم. در آنجا عده‌ای از مردان جوان را دیدم که رهبان شده بودند. آن وقت یادم آمد که معابد مصری که در آنها دین قدیم مصریان پرستیده می شود بسته است. اگر کسی وارد یکی از آن معابد شود و خدمتگزار معبد گردد یا اینکه در مسلک روحانیون درآید، کسی نمیتواند او را از معبد خارج نماید. و اگر کال میتوانست خود را به یکی از معابد مصری برساند نجات میافت.
چون به فرض اینکه پادشاه مصر میفهمید که کال در آن معبد است، نمیتوانست که او را از پرستشگاه خارج کند. پیشبینی رهبان بزرگ معبد دولف که یک معبد یونانی بود درست درآمد. بعد از اینکه جسد کودک را به آرامگاه سلاطین مصر بردند و در آنجا دفن کردند، پادشاه مصر مرگ فرزند را فراموش کرد. کلئوپاترا هم یادی از آن طفل نمی نمود. اکنون می خواهم واقعی را بیان کنم که از وقایع شنیدنی دوری سلطنت کلئوپاترا می باشد. آن مسئله ساختن کشتی است. یک روز که من در حضور کلئوپاترا بودم، دیدم که چند نفر از استادکاران کشتی سازی اسکندری آنجا هستند. کلئوپاترا راجع به ساختن کشتی با آنها صحبت می نمود. با آنها گفت: من می خواهم شما برای من یک کشتی بسازید که از آغاز جهان تا امروز نظیر آن ساخته نشده باشد. بعد از این هم تا پایان دنیا کسی نتواند مانند آن را بسازد. استادکارها نظری به هم انداختند. یکی از آنها گفت: خاتون من، تو چه نوع کشتی می خواهی؟ کلئوپاترا گفت: من یک کشتی می خواهم که طول آن 400 ذر باشد. مردی که بر استادکاران ریاست داشت بانگی از حیرت برآورد و گفت: خاتون من، آیا گفتی که طول کشتی 400 ذر باشد؟ کلئوپاترا گفت: بله، و کشتی من باید 30 ذر ارتفاع داشته باشد. مردی که نسبت به استادکاران ارشد بود گفت: خاتون من، یک کشتی که 400 ذر طول و 30 ذر ارتفاع داشته باشد محال است که به وسیله بادبان حرکت کند. کلئوپاترا گفت: من به وسیله پارو آن را به حرکت در خواهم آورد. استادکاران به فکر فرو رفتند. رئیس آنها گفت: خاتون من، آیا تو می دانی یک کشتی که 400 ذر طول و 30 ذر ارتفاع داشته باشد احتیاج به چقدر عرض دارد؟ کلئوپاترا گفت: می دانم، عرض کشتی باید یک ششم طول آن باشد، لذا عرض کشتی قدری بیش از 66 ذر می باشد. رئیس استادکاران گفت: خاتون من، یک کشتی که 400 ذر طول و 66 ذر عرض و 30 ذر ارتفاع داشته باشد آنقدر سنگین می شود که به سنگینی هرم بزرگ خواهد شد. آیا می دانی که برای به حرکت درآوردن این کشتی چند پاروزن ضرورت دارد؟ کلئوپاترا گفت: افزایش شمار پاروزنان در نظر من بدون اهمیت است. آنچه برای من اهمیت دارد این است که صاحب یک کشتی شوم که تا پایان جهان کسی نتواند از آن بزرگتر بسازد. رئیس استادکاران گفت: خاتون من، آیا فکر می‌کنی که ساختن این کشتی چقدر هزینه خواهد داشت؟ کلئوپاترا گفت: من به خرج آن اهمیت نمی‌دهم. هزینه ساختمان کشتی هر قدر بشود خواهم پرداخت. بعد خاتون من گفت: آیا شما تقبل می‌کنید که یک چنین کشتی را برای من بسازید؟ رئیس استادکاران گفت: خاتون من، تو باید به ما مهلت بدهی. ما برویم و حساب کنیم که یک کشتی به طول 400 ذر، عرض 66 ذر و ارتفاع 30 ذر چقدر وزن خواهد داشت. چون ممکن است که وقتی کشتی ساخته شد و ما آن را به آب انداختیم، به مناسبت سنگینی زیاد در آب فرو رود. از آغاز جهان تا به امروز یک چنین کشتی ساخته نشده تا اینکه ما بتوانیم از تجربه گذشتگان استفاده کنیم. ولی اگر ما بتوانیم این کشتی را بسازیم، دیگران از تجربه ما استفاده خواهند کرد. آیا تو می‌دانی که حجم این کشتی چقدر می‌شود؟ کلئوپاترا با سرعت در ذهن حساب کرد و گفت: حجم این کشتی می‌شود 792000 ذرع مکعب. رئیس استادکاران گفت: این کشتی آنقدر بزرگ است که به اندازه ظرفیت 792000 صندوق می‌باشد. هر صندوق نیم ذر طول و نیم ذر عرض و نیم ذر ارتفاع دارد. کلئوپاترا گفت: از این موضوع با خبر هستم. رئیس استادکاران گفت: خاتون من، تو 3 روز به ما مهلت بده تا ما بتوانیم محاسبه و مشورت کنیم، بفهمیم که آیا ساختن این کشتی امکان دارد یا نه. بعد از 3 روز دیگر ما نزد تو خواهیم آمد. فقط خواهیم گفت که آیا ساختن این کشتی ممکن است یا نه.
ولی نمی توانیم راجع به مسائل دیگر که مربوط به ساختمان کشتی است چیزی بگوییم. ما نمی توانیم بگوییم خرج ساختمان این کشتی چقدر می شود. نمی توانیم تعیین کنیم که برای به حرکت درآوردن آن چند پاروزن ضرورت دارد. ولی اینها مسائلی است که بعد باید مورد شور قرار بگیرد. کلوپاترا گفت: بسیار خوب، شما بروید و شور کنید که آیا ساختمان این ممکن هست یا نه. بعد از 3 روز دیگر بیایید، نتیجه مشورت خود را به من بگویید. اگر من شنیدم که شما نمی توانید کشتی مورد نظر را بسازید، به بندر سور سفارش ساخت آن را می دهم. رئیس استاد کاران گفت: خاتون من، بزرگترین کارخانه کشتی سازی دنیا در اسکندریه است. اگر ما نتوانیم کشتی مطلوب تو را بسازیم، هیچ کس قادر به ساختن آن نخواهد بود. استاد کاران رفتند. 3 روز دیگر بازگشتند و به ملکه گفتند که نتیجه شورشان این شد. ساختن آن کشتی بزرگ امکان دارد. بعد از اینکه ساخته شد، با اینکه خیلی سنگین خواهد گردید، در آب فرو نمی رود، زیرا مجوف است. محاذا بعد از اینکه کشتی در آب انداختند، تا 12 ذر از تنی کشتی در آب فرو خواهد رفت. لذا پیوسته 12 ذر از کشتی در آب خواهد بود. کلوپاترا گفت: پس اگر اینطور باشد، بیش از 18 ذر از کشتی من از آب بیرون نمی ماند. رئیس استاد کاران گفت: بله خاتون من. کلوپاترا گفت: من میل دارم که ارتفاع کشتی من 30 ذر باشد. رئیس استاد کاران گفت: در آن صورت ارتفاع کشتی را باید 50 ذر در نظر گرفت تا 20 ذر زیر آب برود و 30 ذر بالای آب قرار گیرد. من تصور می کنم اگر ارتفاع کشتی 50 ذر باشد، بیش از 20 ذر زیر آب خواهد رفت. چون حساب نکردم، نمی توانم در این خصوص یک نظریه قطعی را به اطلاع خاتون خود برسانم. در آن روز استاد کارها ملکه مصر مدتی راجع به طول و عرض و ارتفاع کشتی بحث کردند. کلوپاترا موافقت کرد که طول و عرض و ارتفاع کشتی همان باشد که 3 روز قبل تعیین کرده بود. سپس استاد کارها رفتند تا اینکه حساب کنند که هزینه ساختمان آن کشتی چقدر می شود، چند پاروزن می خواهد. بعد از 3 روز دیگر باز استاد کارها نزد ملکی مصر آمدند. گفتند: فقط هزینه ایجاد کارگاهی که کشتی باید در آن ساخته شود 250,000 سکه بطلمیوس خواهد بود. کلوپاترا گفت: من این مبلغ را برای ایجاد کارگاه کشتی سازی خواهم پرداخت. آیا شما نمی توانید از روی تخمین بگویید که هزینه ساختمان کشتی چقدر می شود؟ استاد کارها گفتند: این موضوع موکول به این است که تو بگویی که کشتی به چه شکلی باید باشد، یعنی درون کشتی چه تالارها و اتاقهایی به وجود بیاید. در آن روز کلوپاترا یک طرح کلی به استاد کارها گفت. آنها مرتبه دیگر رفتند. قبل از رفتن قول دادند که تا 5 روز دیگر با نقشه کشتی مراجعت کنند و آن را به نظر ملکه برسانند. اگر ملکه آن نقشه را تصویب کرد، شروع به کار کنند. بعد از 5 روز استاد کارها با نقشه‌ای که کشیده بودند آمدند. آن را به نظر کلوپاترا رسانیدند و گفتند که هزینه تخمینی ساختمان کشتی 2.5 کرور بطلمیوس غیر از هزینه ایجاد کارگاه می شود. کلوپاترا نقشه را تصویب کرد. گفت: آن مبلغ را به تدریج برای ساختمان کشتی خواهد پرداخت. کشتی بزرگ کلوپاترا فقط یک کشتی خصوصی برای تفریح بود، ولی می توانستند که در موقع جنگ از آن استفاده کنند. هنگامی که مشغول ساختن آن کشتی بودند، ملکه مصر به دفعات برای مشاهده وضع کار به کارگاه کشتی سازی رفت. چون تا آن روز در دنیا یک کشتی با آن عظمت به وجود نیامده بود. برای ساختن آن یک کارگاه مخصوص به وجود آوردند. به طول 500 ذر و در آن کارگاه پیوسته 2000 کارگر مشغول ساختن آن کشتی بودند. در خود مصر چوبی که بتوان سفینه ملکه را با آن ساخت به دست نمی آمد. لذا از مغرب سوریه چوب آوردند. گفته می شد که چوب مزبور به قدری برای کشتی سازی نافع است که هرگاه 2 قرن در آب بماند زایه نخواهد شد.
اول مبادرت به ساختن تنی کشتی کردند. بعد از اینکه تنه ساخته شد، کارگران بیشتری برای ساختن اتاقها به کار مشغول شدند. یک عده از کارگران هم قسمت‌های خارجی کشتی را تزیین نمودند. طوری قسمت‌های خارجی تنی آن کشتی با عظمت و زیبا شده بود که من هرچه تماشا می کردم باز هم از تماشایش سیر نمی شدم. مدتی فکر کردند که اسم کشتی را چه بگذارند. مردد بودند که اسم ملکه مصر کلئوپاترا را بر آن بگذارند یا نه. آنچه سبب تردید می شد این بود که قبل از خاتون من 6 شاهزاده خانوم به اسم کلئوپاترا در مصر وجود داشتند. می اندیشیدند که هرگاه اسم کلئوپاترا را روی کشتی بگذارند ممکن است که با اسامی شاهزاده خانم های سابق مشتبه شود. عاقبت فکر کردند که نام کشتی را کلئوپاترای هفتم بگذارند که تصور نشود نام شاهزادگان گذشته بوده است. در طرف راست و چپ کشتی سه طبقه تالار به وجود آوردند. هر طبقه بالای طبقه دیگر بود. لذا سه ردیف تالار پارو زدن در طرف راست کشتی قرار داشت و سه ردیف در طرف چپ. از هر یک از تالارهای پاروزنی 100 پارو خارج می شد، وارد آب می گردید. چون طبقات فوقانی نسبت به آب دریا بیشتر فاصله داشت، پاروی طبقات فوقانی را بلندتر کرده بودند. با توجه به اینکه در هر یک از دو طرف کشتی 3 تالار پاروزنی قرار داشت، 300 پارو از طرف راست کشتی وارد دریا می شد، 300 پارو از طرف چپ. کشتی کلئوپاترای هفتم با 300 جفت پارو به حرکت در می آمد. تالارهای پاروزنی را در دو طرف کشتی طوری ساخته بودند که با اینکه روی هم قرار داشتند، همه از یک مرکز فرماندهی اطاعت می کردند. آن مرکز مثل تمام کشتی هایی که با پارو حرکت می کرد، به وسیله تبل و سوت، فرمان حرکت یا توقف یا احکام دیگر را صادر می کرد. در هر یک از تالارهای سگانی پاروزنی 800 نفر پشت پاروها می نشستند. هر پارو را 8 نفر به حرکت در می آوردند و کشتی تفریحی کلئوپاترا با نیروی 4800 پاروزن به حرکت در می آمد. این 4800 پاروزن طوری با دقت پارو می زدند که وقتی انسان از خارج پاروها را می دید تصور می نمود که 600 پاروی کشتی را یک دست به حرکت در می آورد. کلئوپاترا که عقیده داشت برای جلب مسافرین خارجی به اسکندریه باید متوسل به تبلیغ گردید، ساختمانان کشتی عظیم را از وسایل مؤثر جلب مسافرین خارجی می دانست. ملکه مصر قبل از آن تابلوهایی راجع به دیدنی های اسکندریه تهیه کرده به کشورهای خارج فرستاده بود تا اینکه مردمان کشورها آن تابلوها را ببینند، به دیدن اسکندریه بیایند. این بار هم وقتی کشتی کلئوپاترای هفتم به اتمام رسید، عده‌ای از نقاشان را مأمور کرد که شکل آن کشتی را تصویر نمایند تا آن تابلوها نیز مثل تابلوهای مربوط به تفریحات اسکندریه به ممالک دیگر فرستاده شود. یکی از روزهای فراموش نشدنی عمر من عبارت از روزی است که به اتفاق کلئوپاترا برای سوار شدن بر کشتی او رفته بودم. مدتی از موقع به آب انداختن سفینه کلئوپاترای هفتم می گذشت و تمام ساز و برگان تکمیل شده بود. یک طرف بندرگاه بزرگ اسکندریه را اختصاص به آن کشتی داده بودند برای اینکه بیننده بتواند عظمت و زیبایی آن کشتی را با یکی از سفاین معمولی مقایسه نماید. یک کشتی معمولی را کنارش قرار دادند و آن کشتی مقابل کشتی کلئوپاترای هفتم مانند یک قایق کنار یک کشتی بزرگ جلوه می کرد. در آن روز که برای اولین مرتبه ملکی مصر سوار کشتی بزرگ خود می شد، اسکله و بندرگاه اسکندریه را آذین بسته بودند. تمام کشتی ها و زورق ها پرچم های رنگارنگ افراشتند. من در زورقی بودم که کلئوپاترا سوار بران بود. وقتی به کشتی کلئوپاترای هفتم نزدیک شدیم، من خود را کنار تنی آن دیدم، سر را متوجه ابتدا و انتهای آن کردم. ولی از بس تنی کشتی دراز بود،
نه ابتدای کشتی را دیدم نه انتهای آن را. پس از اینکه وارد کشتی شدیم بدان میمانست که قدم به دنیای دیگر گذاشتم. ناخدای کشتی بدون کلئوپاترا را به طرف تالارهای پاروزنی برد. ما در مرکز تالارها که از آنجا سه تالار طرف راست و سه تالار طرف چپ دیده میشد توقف کردیم. پاروزنها پشت پاروهای خود ایستاده بودند. من مشاهده کردم که همه لباس سرخ و کمربند سفید دارند و سرشان تراشیده است. 4800 پاروزن در 6 تالار و اندازی سربازان یک قشون بودند. من فکر می کردم که هزینه نگهداری آن همه پاروزن برای کلئوپاترا سنگین است. ولی بعد از سادگی خود حیرت کردم. زیرا کلئوپاترا ملکه مصر بود. برای ملکه و پادشاه مصر پول دارای ارزش نیست. هر قدر خرج کنند پول آنها تمام نخواهد شد. زیرا همان گونه که رودهای فرعی پیوست شط نیل را پر از آب نگاه می دارند، درآمد اسکله اسکندریه و محلات تفریح آن و درآمد مالیات مصر مانع از این می شود که خزانه پادشاه و ملکه مصر تهی از پول گردد. کلئوپاترا چند دقیقه پاروزنها را نگریست. آنها هم ایستاده به تماشای ملکی مصر مشغول شدند. بعد تبلی با صدای مخصوص تنین انداز شد. پاروزنها با یک حرکت نشستند. هیچ یک از آنها زودتر یا دیرتر از دیگری جلوس نکرد. مثل این بود که آن 4800 نفر که در 6 تالار بودند موجودی واحد هستند و بیش از دو دست و پا ندارند. معلوم بود که ناخدای کشتی میخواست به ملکه بفهماند که در آن سفینه انضباط حکم فرماست. آنگاه ملکه را به طرف قسمتهای دیگر برد. اتاقهایی را که برای کلئوپاترا ساخته و تزیین کرده بودند به وی نشان داد و من میدیدم که هر یک از آن اتاقها به شکلی مخصوص تزیین شده است. یکی از اتاقها شبیه بود به یکی از معابد قدیم مصر. اتاق دیگر شباهت به یک تالار ضیافت رومی داشت. انسان وقتی وارد آن میشد تصور میکرد که در کشور روم است. اتاق دیگر را به شکل کاخهای یونانی تزیین کرده بودند. در آن کشتی استخری هم وجود داشت که کلئوپاترا هر موقع که میل داشت میتوانست در آن غوطه بخورد و خود را خشک نماید. بعد از اینکه ملکه مصر از مشاهده قسمت‌های مختلف کشتی فراغت حاصل کرد، در صحنه نشست. من در قفایش ایستادم و از طرف ملکه فرمان داده شد که کشتی راه بیفتد. ناخدای کشتی که پیوسته با ملکه بود امر او را به یکی از صاحب منصبان ابلاغ کرد. آنگاه صدای یک طبل بزرگ مانند کوس بلند شد. کشتی با عظمت کلئوپاترای هفتم با نیروی 600 پارو که 4800 پاروزن آن را به حرکت در می آورد به راه افتاد. صدای کوس که هر دو مرتبه برای تنظیم حرکت پاروها تنین انداز می شد و صدای برخورد دستی 600 پاروی بزرگ با تنی کشتی صداهای وحشت آور ایجاد می نمود. من که هنوز با آن صداها مانوس نشده بودم می ترسیدم. ولی ملکه وحشت نداشت. می دیدم که گاهی سر را از تنی کشتی به طرف دریا خم می کرد تا سردیف پارو را که یکی بالای دیگری بود ببیند. با اینکه 4800 پاروزن پاروهای بزرگ آن کشتی را به حرکت در می آوردند، من متوجه شدم که سفینه کلئوپاترای هفتم آنطور که باید سرعت ندارد. من از کندی حرکت آن کشتی حیرت نمی کردم. زیرا به حرکت درآوردن آن کشتی همانطور که سازندگان آن گفتند مثل به حرکت درآوردن هرم بزرگ مصر بود. آن کشتی آنقدر عظمت داشت که اگر من بدون راه نما در آن به راه می افتادم گم می شدم. نمی دانستم که از چه راهی مراجعت کنم. بعد از اینکه کشتی قدری در حوضه بندری حرکت کرد، ملکه دستور داد که از بندر خارج شود و در دریای آزاد حرکت کند. ملکه می‌خواست بفهمد که حرکت آن کشتی در دریای آزاد چگونه است. وقتی ما از حوضه بندری خارج شدیم، سرعت کشتی زیادتر شد. ناخدا به کلئوپاترا گفت و هی جرأت نمی‌کند در حوضه بندری کشتی را با سرعت زیاد به حرکت درآورد. چون حوضه بندری اسکندریه
برای یک چنان کشتی بزرگی که 400 زر طول دارد کوچک است. اگر با سرعت حرکت کند با کشتی دیگر تصادم خواهد کرد. ولی در دریای آزاد می توانند بدون بیم از تصادم تا آنجا که پاروزنان توانایی داشته باشند بر سرعت بیافزایند. در همان موقع که کلئوپاترا در دریای آزاد مشغول گردش بود، گاهی از تنی راست به چپ کشتی می رفت. حرکات یک نواخت و منظم پاروهای بلند را تماشا می کرد. چند کشتی می خواستند وارد بندر اسکندریه شوند. من مشاهده می کردم که تمام سرنشینان آن کشتی ها در صحنه اجتماع می کنند. با نظر تعجب کشتی ملکی مصر را می نگرند. ما می فهمیدیم که حرکات منظم و یک نواخت 600 پاروی طولانی بیش از هر چیز آنها را متحیر می کند. در داخل کشتی هم صدای وحشت آور کوس و برخورد دسته پاروها با تنی کشتی ما را متحیر می نمود. 2 هفته بعد از آن روز که ملکه برای اولین بار سوار کشتی خود شد، ناخدای کشتی از پادشاه و ملکه مصر دعوت کرد که هنگام شب سوار کشتی کلئوپاترای 7 بشوند تا اینکه بتوانند حرکت کشتی را در روشنایی فانوس دریایی اسکندریه تماشا کنند. آن شب من هم مثل معمول با ملکه و پادشاه مصر رفتم. قبل از اینکه کلئوپاترا و شوهرش سوار کشتی شوند، به ما گفتند به جزیره‌ای که چراغ دریایی بندر اسکندریه آنجا واقع شده است برویم. ما آنجا می توانستیم که همه جا را ببینیم و کسی ما را نمی دید. همان وقت در حوضه بندری کشتی کلئوپاترای 7 به حرکت درآمد. نور چراغ دریایی روی آن کشتی متمرکز گردید. وقتی پاروها در 2 طرف کشتی آب را شکافتند و آن سفینه با عظمت به راه افتاد، من از شدت حیرت نزدیک بود فریاد بزنم. آن کشتی با 600 پارو که به یک حرکت در 2 طرفش تکان می‌خورد، شبیه بود به یک جانور عجیب الخلقه که دارای 600 پا می باشد که پاهای خود را 1 مرتبه تکان بدهد. چند مرتبه کشتی کلئوپاترای 7 مقابل جزیره‌ای که فانوس دریایی در آن بود دور زد تا همه جای کشتی در روشنایی چراغ دیده شود. آنگاه توقف نمود. پادشاه و ملکه مصر و خدمی آنها از جمله من سوار زورق شدیم و به طرف کشتی بزرگ رفتیم و قدم بدان نهادیم. آن شب پادشاه و ملکه مصر قدری در حوضه بندری و قدری در خارج از آن و در دریای آزاد گردش کردند و نور چراغ دریایی کشتی بزرگ را روشن می کرد. من گردش آن شب را از گردش آن روز لذت بخشتر یافتم، زیرا کشتی کلئوپاترای 7 در روشنایی چراغ دریایی از موقع روز زیباتر بود. آن کشتی در سنوات بعد مثل محلات تفریح اسکندریه یکی از منابع درآمد شد، زیرا مسافران خارجی که به اسکندریه می آمدند میل داشتند که آن کشتی را ببینند. هر مسافر برای دیدن آن کشتی منحصر به فرد مبلغی می پرداخت. امروز کسانی که این کشتی بزرگ را در بندر اسکندریه می بینند نمی توانند بفهمند که برای ساختن آن چند اندازه زحمت کشیدند و کلئوپاترا چقدر خرج کرد تا توانست سفینه کلئوپاترای 7 را بسازد. آفتاب و باد و باران نقوش زیبای تنی کشتی را از بین برده، ولی همان چوب تنی کشتی که فاسد نمی شود یک ثروت گرانبهاست. من فکر می کنم که هرگز در مصر و کشورهای دیگر یک کشتی ساخته نخواهد شد که بتواند با کشتی کلئوپاترای 7 از جهت زیبایی و عظمت برابری کند. روزهایی که کلئوپاترا با آن کشتی به گردش می رفت و در صحنه کشتی زیر سایبان یا بادبزنهای بزرگ از پر طاووس می نشست و من آهسته بادش می زدم، به راستی بزرگترین ملکه دنیا جلوه می کرد. عظمت او همه را تحت الشعاع قرار می داد و همه مقابلش به احترام می ایستادند. من تصور نمی کنم که سرزمین مصر دیگر دوره ارزانی و فراوانی آن سالها را که کشتی بزرگ ملک ساخته می شد ببیند. درآمد 2 محله تفریح اسکندریه به قدری زیاد بود که پادشاه و ملکه مصر نمی دانستند که آن همه پول را چه کنند.
درخت های خرما آنقدر محصول می دادند که چون مردم نمی توانستند محصول خرما را مصرف کنند، آن را مقابل دام می ریختند که بخورد، یا اینکه مازاد محصول را در رودخانه نیل می ریختند. قله نیز به همان نسبت افزایش یافت. طوری به های قله ارزان شد که من می دیدم دامداران گندم را مقابل گاو و گوسفند می ریزند. شکم حیوانات اهلی را با قله سیر می کنند. 3 سال متوالی در مصر قله طوری فراوان بود که بهای قله که هرگز در مصر از میزان معین تنزل نمی نمود به نصف تقلیل یافت. اما زارعین ضرر نکردند، برای اینکه خیلی محصول بر می داشتند. آنگاه به طرزی غیر منتظره بلا نازل شد. بلای مزبور عبارت بود از ملخ. یک روز که من در کاخ سلطنتی مشغول کارهای عادی بودم، حس کردم که آفتاب کم نور گردید. سپس رفته رفته نور آفتاب کمتر شد. من خود را به باغ رسانیدم. فهمیدم که علت کمی نور آفتاب این است که موجی از ملخ در آسمان پرواز می کند. آنگاه موج ملخ طوری متراکم گردید که هوا تاریک شد و ما مجبور شدیم که هنگام روز چراغ بیافروزیم. در تاریخ مصر کسی به یاد نداشت که آنقدر ملخ بیاید که در موقع روز هوا را چون شب کند. مردم مجبور شوند که چراغ بیافروزند. آن روز تا شب هوا تاریک بود. ما که در اسکندریه به سر می بردیم، نمی دانستیم که در جاهای دیگر چه گذشته است و می گذرد. از اصل همان روز خبرهای وحشت‌آور از اطراف رسید. معلوم شد که افواج ملخ بر مزارع و باغها و نخلستانها هجوم آوردند. کشتزارها را از بین میبرند و برگ و شاخی درختان را میخورند. من تصور میکردم که خطر ملخ موقتی خواهد بود. جانوران مزبور بعد از این که سیر شدند پرواز خواهند کرد و خواهند رفت و دیگر مراجعت نخواهند کرد. ولی بعد از روز اول در روزهای دیگر نیز هوا هر روز به مدت چند ساعت به کلی از پرواز ملخ تاریک می شد. آنها ملخ هایی بودند که از اسکندریه عبور می کردند و به سوی دریا می رفتند. مدت 15 روز هبوط ملخ بر کشتزارها و باغها و نخلستانهای سراسر مصر ادامه یافت. بعد از 15 روز در تمام مصر برای نمونه یک مزرعه یا یک باغ و نخلستان باقی نماند. پادشاه و کلئوپاترا سوار بر کشتی شطی شدند و از رود نیل به طرف بالا رفتند تا ببینند که حمله ملخ تا چند اندازه به مزارع و باغها آسیب وارد آورده است. من هم مثل همیشه با خاتون خود رفتم. توانستم که وضع صحرا را ببینم. در مواقع عادی جلگه‌های مصر واقع در 2 طرف رودخانه نیل تا چشم کار می کرد مستور از کشتزار و باغ و نخلستان بود. ولی در آن موقع من هرچه چشم می گشودم در 2 طرف رود نیل اثری از کشتزارها نمی دیدم. در سراسر وادی نیل که بستر رودخانه نیل می باشد، من حتی یک برگ سبز را بر شاخه درختان نمی دیدم. هرچه سبز بود، اما سبزی کشتزارها، برگ درختان و نخلها از طرف ملخ خورده شد. فقط تنه درخت ها باقی ماند. زارعین و باغدارهای مصری کنار رودخانه زانوهای غم را در بغل گرفته چون فاطمه زده بودند. نمی دانستند چه کنند. پادشاه و ملکه هم نمی دانستند که با آن بدبخت ها چه بگویند، چگونه آنان را تسلی بدهند. در آن سفر که پادشاه و ملکه مصر به سوی مصر اولیا می رفتند، من از زارعین و باغدارها شنیدم که می گفتند در سنوات آینده وضع مردم از لحاظ خاروبار طوری خطرناک خواهد شد که استادکاران و کارگران خانی انباد باید روز و شب دربان خانه را ببندند و مانع از ورود مردم شوند. زیرا مردم از فرط گرسنگی به خانی انباد هجوم خواهند آورد و اجسادی که برای مومیایی کردن در آنجا گذاشته شده خواهد خورد. من از روستایان پرسیدم برای چند اندازه نگران هستند و از آینده می ترسند. آنها جواب می دادند رسم ملخ این است. وقتی می آید همه چیز را می خورد و از بین می برد. در همان حال تخم می گذارد. تخم های او بعد از چندی مبدل به ملخ می شوند و به پرواز در می آیند. آن وقت اگر چیزی از زمین رویده باشد از طرف ملخ های جوان خورده می شود.
اینها قسمت می شوند و قسمتی پرواز می کنند و می روند. قسمت دیگر باقی می مانند. این قسمت نیز تخم می گذارند. لذا وقتی چون این بلایی نازل می شود تا مدت 10 سال قحطی حکم فرما خواهد شد. با هیچ وسیله‌ای نمی توان از قحطی جلوگیری کرد. ملکه کلئوپاترا برادرش بطلمیوس 14 برای اینکه با قحطی مبارزه کنند در صدد برآمدند که از سوریه و سرزمین آسیای صغیر قله وارد کنند. ولی کشتی‌های مصر بعد از اینکه به سوریه و آسیای صغیر رفتند خالی برگشتند، زیرا در آن دو کشور از فروش گندم خودداری شد. معلوم شد ملخ بعد از اینکه از مصر به پرواز درآمده از دریا گذشته و خود را به سوریه و آسیای صغیر رسانیده و هرچه کشتزار و باغ در آن دو کشور بوده از بین برده. سکنه سوریه و آسیای صغیر چون بعد از بلای ملخ می دانستند که در معرض قحطی هستند، از فروش گندم به مصر عذر خواستند. گفتند ما اگر موجودی گندم خود را به مصر بفروشیم گرسنه خواهیم ماند. سال اول بعد از اینکه ملخ آمد، به مناسبت اینکه در انبارها غله بود، مردم از حیث خاروبار خیلی مزیقه نداشتند. ولی از سال دوم گرسنگی شروع شد. کسانی که غله داشتند آن را نمی فروختند، برای اینکه می دانستند که گرسنه خواهند ماند. در سوریه که پیوسته انبار غله مصر بود، غله یافت نمی شد. درخت های نخل هم به مناسبت نداشتن برگ ثمر نمی دادند، زیرا همین که خرما می روید، ملخ های جوان که سر برآورده بودند، برگ های درخت خرما را می خوردند. حیوانات اهلی یعنی گاو و گوسفند مصر در سال بعد از آمدن ملخ از بین رفت. برای اینکه مرتب وجود نداشت تا گاو و گوسفند در آن تألیف نماید. صاحبان دام که می دیدند حیوانات آنها از گرسنگی قدرت حرکت ندارند، آنها را می کشتند که بتوانند از گوشت و پوست جانداران استفاده کنند. مردم که نمی توانستند شکم خود را با غله و گوشت جانوران اهلی سیر کنند، از صبح تا شام در دو طرف رود نیل ازدحام می کردند تا اینکه بتوانند ماهی یا مارماهی یا سوسمار یا اسب آبی بگیرند. می گفتند که جز خدایان هیچ کس نمی تواند رودخانه نیل را از تمساح خالی کند. در سنوات قحطی مردم هرچه تمساح در رودخانه نیل بود را کشتند و خوردند. نسل اسب آبی از رودخانه نیل بر افتاد. تصور نمی کنم که بعد از این در رودخانه نیل اسب آبی به وجود بیاید. در سال دوم قحطی یک روز من از خارج به کاخ سلطنتی بر می گشتم. مشاهده کردم که چند نفر در یک زمین با هم نزاع می کنند. وحشت زده دریافتم که نزاع آنها بر سر لاشه یک طفل است. من نمی دانستم که طفل مزبور را آیا از خانه اموات دزدیدند یا لاشه آن را از جای دیگر به دست آوردند. جرأت نداشتم که از آنها تحقیق کنم که لاشه آن کودک چگونه به دستشان افتاده است، چون می ترسیدم هرگاه سؤالی به نمایم مرا به قتل برسانند. آن وقت به یاد گفتی زارعین مصری افتادم که می گفتن قحطی به قدری شدید خواهد شد که مردم مجبور می شوند برای سد جو لاشه اموات را از مکانی که در آنجا اجساد را مومیایی می نمایند بدزدند. بعد از این که از کاخ سلطنتی مراجعت کردم، آن واقعه را برای کلئوپاترا حکایت نمودم. او گفت که من و شوهرم وقتی می توانیم به مردم بگوییم که اجساد را به سرقت نبرید و نخورید که بتوانیم به آنها غذا بدهیم، ولی چون از عهده سیر کردن مردم بر نمی آییم، نمی توانیم بگوییم به خانی اموات دستبرد نزنند. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان زیبای کنیز ملکه مصر لذت برده باشید. فراموش نکنید که نظرتون راجع به این داستان حتما برام کامنت کنید. روز روزگار بر شما خوش.